به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. کابینه جدید دانش آموخته محیط زیست وزیر تحصیلات عالی می شود. علی موسوی خبرگزاری افق. ریاست جمهوری با معرفی ده وزیر سرپرست جدید وابسته به جناح عبدالله اعلام کرد که فهرست کابینه نهایی شده است. در حال که هنوز سرپرست وزارت اقتصاد از سوی دولت معرفی نشده و گفته می شود چهره های دیگر هم از جانب آقای غنی معرفی خواهند شد. با این همه در شرایطی که مشخص نیست چه تعداد از این افراد در نهایت موفق به کسب رأی اعتماد از این مجلس نمایندگان خواهند شد، انتشار فهرست اولیه آنان و انصابشان به عنوان سرپرست وزارتخانه های مربوطه انتقادهای وسیعی را برانگیخته است. مهمترین انتقادها مربوط به معرفی نامزد وزیران هست که هیچ گونه تحصیل، تخصص و تجربه در زمینه کار در وزارتخانه های مورد نظر ندارند. بدیهی است که این انتقادها عمدتا متوجه تیم عبدالله است، زیرا ده نامزد وزیری که به تازگی از سوی او معرفی شدند از متحدان سیاسی جنایی و قومی او محسوب می شوند. در بسیاری از موارد نسبت نامزدها و وزارتخانه هایی که برای تصدی آن معرفی شدند و گونه خنددار بی ربط است. نکته دیگر، سطح پایان تحصیلات این افراد است. گرچه این امر مخالف قانون اساسی نیست، زیرا قانون تنها داشتن تحصیلات عالی را برای وزیر شرط دانسته بدون قید درجه تحصیلی، اما با توجه به اینکه کار افراد زیاد با درجه تحصیلی بالاتر، بار علمی بیشتر و کلاهبری از تجربه وجود دارد، زیرا باید افراد با تحصیل پایان برای سمت اساسی مانند مدیریت یک وزارتخانه معرفی شوند. روشن است که عمدترین شاخص برای معرفی این افراد وابستگی سیاسی جنایی و قومیشان بوده و تخصص و تجربهشان اصولا از نظر آقای عبدالله و متحدان سیاسی او اهمیت نداشته است. به عنوان نمونه، بشیر احمد دهند که به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت کار و اجتماعی معرفی شده لسانس تاریخ دارد. گرچه با اندک می توان دانش آموخته تاریخ را نیز به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی پذیرفت، اما یک وزیر باید تا درجه دکتری تحصیل کرده باشد، آن هم در عرصه تحصیلات آنلاین و غیر حضوری و تجاری شدن دانشگاه ها و مراکز اکادمیک که دریافت مدرک بسیار آسان شده است. نثار احمد نامزد وزیر و سرپرست وزارت تجارت و صنایع حتی وضعیت به مراتب بدتر دارد. او با وجود آن که پیش از این اشتغال به امور بازرگانی داشته و از نظر می توان گزینه شایسته برای وزارت تجارت و صنایع باشد، اما روشن است که اصولا تحصیلات عالی دارد یا نه اطلاعات در این زمینه ارائه نشده است. قدرت‌الله زکی سرپرست و نامزد وزیر ترانسپورت لسانس خبرگزاری دارد. اینکه خبرنگار چی سر رشته از حمل و نقل دارد و چگونه می تواند کشور را که نیاز شدید و حیاتی به توسعه زیر ساختهای مربوط به هم و نقل دارد در این زمینه توسعه دهد. از طنزهای خنددار و حیرت آور روزگار ماست که تنها از قدرت شیفتگی ساز عبدالله و آجیز انگیز دولتسازی و دولتداری او برمیاد، ضمن آن که دارنده مدرک لسانس و هویت اداری وزارت را ندارد. انوارالله حق احدی که به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت زراعت، مالداری و آبیاری معرفی شده، دکترای علوم سیاسی دارد. او از محدود افراد معرفی شده از سوی تیم عبدالله است که تحصیلات عالی قابل اعتنایی دارد. اما یک دانش آموخته علوم سیاسی از نظر تخصیصی هیچ درک از زراعت، مالداری و آبیاری در کشور شدیداً زراعتی ندارد و بسیار دور از انتظار است که او وزیر موفق در این بخش باشد. معصومه خاوری از نزدیکان محمد محقق برای تصدی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی معرفی شده، اما لسانس علوم لابراتوار طبی دارد. بر این اساس اول اینکه رشته تحصیلی او هیچ ربطی به وزارت مخابرات ندارد و جانب دیگر سطح تحصیلات او به اندازه پایین است که شایسته اداره یک وزارت مهم نیست. خانم خاوری در عین حال پیش از این به دلیل داشتن نیروهای مسلح غیر قانونی از سوی کمیسیون انتخابات در انتخابات پارلمانی رد صلاحیت شده بود. محب الله صمیم سرپرست و نامزد وزیر معرفی شده از سوی عبدالله برای وزارت سرحدات و قبایل دانش آموخته زبانشناسی است. شاید تنها نسبت این رشته تحصیلی با وزارتخانه مربوطه
تخصص آقای وزیر در شناسایی زبانهای رایج میان ساکنان مناطق مرزی و نیز اقوام و قبایل مختلف باشد. البته این امر نه امنیت مرزها را میگیرد، نه از قاچاق انسان و مواد مخدر جلوگیری میکند و نه لزوماً به برقراری برابری و برابری و عدالت اجتماعی میان اقوام و قبایل افغانستان کمک خواهد کرد. فضل احمد معنوی سرپرست و نامزد وزیر عدلیه هم فاقد تحصیلات اکادمیک است و تنها دانش آموخته علوم دینی می باشد. با این حال با اندک می توان حضور او در وزارت عدلیه را در کشور که شرایط هم از منابع و مهم قانونگذاری محسوب بشود، حضور یک کارشناس علوم دینی در رأس این وزارت را مرتبط و مناسب ارزیابی کرد. نوررحمان اخلاقی نامزد وزیر امور مهاجرین تحصیل کرده اقتصاد و مدیریت استراتژیک است، رشته ای که بی‌ربط است اما او می تواند با استفاده از تخصص و تجربه شایستگیش برای احضار این سمت در ادامه را نشان دهد، گرچه فاقد تحصیلات دوسی کافی برای تصدی کرسی وزارت نمی باشد. سید منصور نادری نامزد وزیر و سرپرست وزارت دولت در امور سلنی لسانس اقتصاد دارد. این در حال است که اصولاً معضل جنگ در افغانستان اقتصاد نیست و با پرداختن به امور اقتصادی سل برقرار نمی شود، بلکه بلعکس با استقرار سل است که اقتصاد شکوفا خواهد شد. از سوی دیگر آقای نادری نیز مانند بسیاری دیگر از چهره های معرفی شده توسط آقای عبدالله لسانس دارد و یک لسانس شایستگی تصدی کرسی بلند وزارت را ندارد. عباس بصیر نامزد وزیر سرپرست تحصیلات آزی و از افراد نزدیک به کریم خلیلی دکترای محیط زیست دارد. از این نظر او به جهت درجه تحصیلی شایسته مقام وزارت محسوب می شود، اما از نظر رشته تخصصیش نمی تواند گزینه مناسب برای وزارت تحصیلات عالی باشد. یک کارشناس محیط زیست برای وزارت زراعت مناسب تر است تا وزارت تحصیلات عالی، زیرا در کل سیستم تحصیلات عالی افغانستان یک دیپارتمنت کوچک و فری هم در زمینه محیط زیست وجود دارد. بر این اساس آن بخش از ترکیب کابینه دولت جدید که سهم آقای عبدالله است شدیداً سیاسی، جنایی، قومیت زده و غیر تخصصی است و انتظار نمی رود که با چنین ترکیب بتواند یک دولت کارآمد، مؤثر، پاسخگو و با برنامه را شاهد باشیم. جنگ در میدان صلح، تقابل غنی و عبدالله به نفع طالبان. با اعلام ترکیب شورای عالی مصالحه و به دنبال آن تکمیل روند طولین تشکیل کابینه به پایان رسید. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.